سلام دوستان، به درس جدید خوش آمدین. Key language، زبان کلیدی، this and that، این و آن. This and that are called determiners. این و آن نامیده میشوند مشخص کنندگان. They point out a specific object you want to talk about. آنها اشاره میکنند به یک اشیاء مخصوص و یک چیزی که شما دربارش میخواین حرف بزنین. Use this for something close to you. میگه استفاده کنین this را یا این. This معنای این را میدهد برای چیزی که به نزدیک شما است. Use that for something farther away. میگه استفاده کنین that را که آن مانا میدهد برای چیزی که از شما دور است. مثالش است this is my dog. این است سگ من. The dog is close to you. یعنی سگ نزدیک شما است. نشان میدهد اینجا. That is my dog. آن سگ من است. The dog is farther away from you. میگه سگ از شما دور است. شما اشاره میکنین به سگی که اونجاست. مثال های بعدی است This is your rabbit. این است خرگوش شما. That is your rabbit. آن است خرگوش شما. This is her horse. این است اسب او. او مؤنث یعنی از اوست. یعنی شما اسب نزدیک شما است و شما اشاره میکنین که این اسب او است. That is her horse. ولی در اینجا نشان داده که حتی خود نفر نزدیک اسبش است، اما شما درباره او اسب حرف میزنین، میگین آن است اسب او. This is its bed. این است تخت او که برای یک حیوان its استفاده می شود. یادتان را در درس پیش از این به شما تشریح کرده بودم. That is its bed. آن است تخت او. Fill in the gaps with this or that. اگه خانه خالی را پر کنین همراه این و یا آن. مثال اولش است بر شما پر کردن. That is my dog. دوسته عزیز ایره ما میخواییم که شما ویدیو را پاز و یا متوقف بکنین و خودتان کوشش کنین که خانه خالی ها را پر کنین. بعد از اینکه شما خلاص کردین ویدیو را پس پلی کنین و ببینین جواب های مرا که آیا از شما هم همین چنین است یا نه. شروع میکنیم به جوابش. خانه خالی is her horse. اینجا باید از چی بیایه؟ در اینجا جواب است this. This بخاطر است که اسب نزدیک است. This is her horse. این است اسب او. خانه خالی is our rabbit. Rabbit کجاست؟ نزدیکشان است و یا دور است؟ اگر دور است شما باید از آن را استفاده کنید. On us that. That is our rabbit. On us خرگوش ما. در این عکس همچنان میبینین که خوک دور است. میگه Is their pig. That is their pig. On us خوک آنها. گاو نزدیک است. This is his cow. این است گاو او. او بر مذکر. اینجا خانه خالی is your fish.
ماهیش نزدیک است، از او خاطر شما میگوین This is your fish. این است ماهی شما. Rewrite the sentences putting the words in the correct order. میگه از سر نوشته کنین جملات را و بگذارین کلمات ها را در جای صحیحشون. مثل که اینجا در مثال گفته، اینجا کلمه را مخلوط کردن و به شما میگن که شما اینا را صحیح بنویسین. دوست عزیز، اولی شما میخوانم Is horse this his؟ و ببینید اینجا به شما یک نقلم داده که در آخر جمله نقطه میه و در اینجا معلوم دار است که این کلمه در آخر جمله باید بیه. داده همهشون همچنین کردن. متوجه باشین که این کلمه در آخر جمله بیه و از این کلمه ها شما جمله باید جور کنین. مثل که اینجا بعدم مثال جور کردن This is his horse. این است اسب او. دوستای عزیز، من میخوایم که امی چند جمله دیگره شما خودتان ویدیو را متوقف کنین، بنویسین، بعدن وقتی من جواب میتم شما به جوابای خودم رای جوابای من سر بتین که صحیح است یا نه. حالا من جواب خودت اینجا می نویسم و به شما نشان میتم. دوست عزیز، خب من جوابای خودم حالا بر شما می خوانم. Lily is their sister. Lily خواهر آنها است. Our son is 12 years old. پسر ما 12 ساله است. That is their cow. آن است گاو آنها. This is your ball. این است توپ شما. Her father is called Casper. پدر او نامیده می شود Casper. یا به انگلیسی اکثریت وقت میگن Her father's name is Casper. دوست عزیز، به خاطر که این کتاب مربوط انگلستان میشه شاید یک ذره این فرق داشته باشه، چون در امریکا اکثریت وقت مردم این قسم جمله را نمیگن، میگن Her father's name is Casper، نمیگن Her father is called Casper. اینجا هم دیگر تمرینات هست که یکیشه میگن این را بشنوین، بعدن عکس صحیح را انتخاب کنین، چیزی را که به شما گفته می شود او را نمی کنیم، او را خودتان می تانین. اگر اپشه یا کتاب رفتین آنلاین خودتان بکنین و ای را همه به شما تشریح می تم. Use the chart to create 12 correct sentences and say them out loud. میگه این جدول را استفاده کنین برای نوشتن 12 جمله صحیح و آنها را به صدای بلند بخوانین. ببینین اینجا بسیار بر شما به آسانی نشان داده که چه قسم یک جمله صحیح تشکیل داده میشه. اولیش این مثال است که نشته است This is my cat. این است پشک من. نال شما وظیفه شما است که از اینها 12 جمله خودتان بنویسین. دوستای عزیز، اگر میخواین شما میتونین همیش در کامنت گفتیم بنویسین، اگر نه پیش خود میتونین بنویسین، ولی من هم میتونم بازو را به شما چک کنم. مثلا من یک جمله جور میکنم از این That is my parrot. آن است توتای من. شما میتونین همه قسم مخلوط کنین و یادتان نره همیش وقتی که جمله را شروع میکنین، وقتی در جمله this و یا that میباشد
شما همش جمله را امرازی شروع میکنین. بعدن فعل استفاده میکنین is و بعدن اسم ملکی را استفاده میکنین و بعدن اسم استفاده میکنین که ای جمله شما را صحیح تشکیل میده. اگر کدام سوال دارین دوست عزیز، باز هم میتونین در کامنت بنویسین. غیر از او فعلا خداحافظتان تا درس بعدی، که درس بعدی ما انشالله این خواهد بود. دیگه باز هم یادتان نره ویدیو را لایک کنین، همراه دوستایتان شریک بسازین دوست عزیز.